پیروزی عظیم حماسه سیاسی، حضور گسترده و چشمگیر سر صندوق ها و شرکت حماسی در انتخابات را باز تبریک عرض می کنم. بدون از مردم خوبمان، این مردم ولایت مدار، تشکر خاص دارم به عنوان خطیب جمعه. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. از این مردم خوب باید تشکر کرد. البته نباید شکرگزاری اکتفا به زبان بشود، بلکه شکر عملی لازم است و این به عهده مسئولین است که باید خادم جدی این مردم باشند، به جان خدمت کنند، اون چه می توانند خدمت کنند. این حماسه سیاسی دشمن رو مایوس کرد، مخصوصا به دلیل این که دشمن فهمید این حماسه سیاسی در حقیقت لبیکی بود به ندای رهبری، که رهبر گرون قدر ما اهمیت دادند و اصل حضور، و مردم هم لبیک گفتند. ولی دشمن رو مایوس کرد. دشمن فهمید این مردم تابع ولی فقیه هند و رابطه بین مردم و ولایت رابطه ایست ناگسستنی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. این پیروزی شگرف رو به مقام معظم رهبری، به مردم خوب ایران، به رئیس جمهور منتخب تبریک میگویم. رهبری گرون قدرمون جمله قریب به این مضمون داشتند که خداوند دلها را به اون چه صلاح است هدایت فرمود، و حتما هم همین عنایت شامل حال مردم شده است. رئیس جمهور منتخب حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی تبریک میگم که به حق شایسته این مقام رفیع اند. هم از رجال سیاسی هستند، هم از رجال دینی و مذهبی هستند به حق، هم مدیری قوی هستند، هم مدبری شایسته هستند، انسانی انقلابی تابع ولایت، چه در زمان امام چه در زمان حاضر بودن، در مجلس شورای اسلامی، در مجلس خبرگان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مسئولیت های متعدد، اون چی که دیدیم و مطلع شدیم به حمدالله فردی موفق بودن. امیدواریم انشاءالله که خداوند ایشون رو یاری کند. البته باید بدانیم بار بسیار سنگینیست. خدا به پیغمبر می فرماد یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پیغمبر عزیز، بنا داریم یه بار سنگینی به دوشت بگذاریم، باید با ما مرتبط باشی، قسمت عمده ای از شب رو با ما باشی، استبداد از ما بکنی، نیروت بدیم، قدرتت بدیم، مخصوصا قرآن رو شمرده شمرده بخون، آیه آیه بخون، دقت بکن. یعنی چی؟ یعنی یه برنامه ایست که اگر قرآن رو توانستی با ترتیل بخوانی و درک کنی موفق خواهی بود، ولو بار سنگین باشه. و همین جمله رو هم من رئیس جمهور منتخب عرض می کنم، شما هم می توانید با خوندن آیه آیه قرآن و دقت در این آیات مبارکات و هضم این فرامین و آماده شدن برای اجرا، می توانید این بار سنگین را خوب به منزل برسانید. راه فقط این است، راه حل این است، از طریق دستورات دینی، از وظایفی که مسئولین دارند بیان فرموده،
یکی از کارهای سنگینی که الان روی دست رئیس جمهور منتخب است انتخاب کارگزاران است. ایشون باید وزرا رو انتخاب کنن، برای سازمانها رؤسای انتخاب کنن، مشاورینی انتخاب کنن، معاونینی انتخاب کنن. کار بسیار سختی است. دعا کنیم خداوند ایشون رو موفق کند. مردم هم در حدی که میتونن کمک کنن. امیرالمؤمنین در جمله ای از این عهدنامه میفرماد ولهم اختبارن، میفرماد مسئولیت رو که به این افراد میدی دنبال یک امتحان و آزمایش باشه، بدون حساب مسئولیت نده، افراد امتحان خودشون رو داده باشن. و ما مطمئن هستیم که برادر عزیزمون با انتخاب افراد نخبه امتحان داده، اونهایی که امتحان خودشون رو دادن، وفاداریشون رو به ولایت اثبات کردن، علاقشون رو به انقلاب نشون دادن، چنین افرادی رو مطمئن هستم که دلسوز مردمن، خادم مردمن، با این انتخاب صحیح که حتما هم انجام میدن موفق خواهند شد. مشکلات کشور رو ببیشه مشکلات اقتصادی رو حل کنن. یاری خدا دنبال این برنامه است. ولینصرن الله من ینصره. امیر المؤمنین به مالک می فرماد، دستور می دهد ان ینصر الله به قلبه و یده و رجله. ایشون قدرتی که دارد باید به عنوان یک طبیب اعلام کند و حتما هم خواهد کرد. ممکنه مردم چیزهایی رو بخوان، اما طبیب دلسوز است و اونچه رو که مصلحت بیمار است انجام میدهد. این امتیاز نظام جمهوری اسلامی است. کشورهای خارجی اروپایی دنبال خواست مردم هن. حالا اگر مردم هم همجنس سازی رو خواستن، اینها میگن چشم. ازدواج همجنس بازان رو هم خواستن، میگن چشم. اسلام این افتخار رو دارد، این حکومت دلسوز مردم است.